خوش آمدین هموطنان عزیز، آرزو من اسم همیشه همین گیرم با برنامه صبح خورشید باشین و ما را تنها نگذارین. خوشبختانه مهماندار هستیم آقای محمد ناصر مهری با ما هستن که شانس خانگوی والی کابل هستن. بیشتر صحبت در مورد فعالیت ها و کارکرد های مقام ولایت کابل بیشتر صحبت های زیاده می داشته باشین، پس ما را همراه باشین. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین آقای مهری. سلام به شما و همکاران تکنیکیتان و هم بیننده های عزیز. ممنونتان، خیلی خرسند هستیم شما رو در کنار خود داریم. در ابتدا میخواییم در مورد سفرهایی که به ولایات داشتین و کارهایی که تا اکنون انجام دادین بشنوید. خب اداره محلی ولایت کابل همیشه تلاش داشته که به مشکلات مردم و به خصوص سطح ولسوالی هایی که مردم مشکلات های زیاد دارن و براشان رسیدگی خوب نشده، مخصوصا در بخش انکشافی سفرهایی داشتیم. البته این سفرها بر اساس هدایت دولت مرکزی صورت گرفته که ما اولتر از همه به ولسوالی ها سفر کردیم که کم انکشاف یافته هستند. ما هفته گذشته به سطح ولسوالی های جنوب و شرق سفر داشتیم، مخصوصا ولسوالی های موسهی، خاک جبار، جاراسیاب که ولسوالی ها از لحاظ انکشافی کم انکشاف یافته و پروژه ها کم تطبیق شده، از لحاظ ای که ته چندین سالی که حکومت اونجا کار میکنن فعالیت های را داشتن. البته برخی پروژه های افتتاح شدن، تطبیق شدن، اما نسبت به سایر ولسوالی هایی که ما برخی ولسوالی های دیگه هم داریم که پروژه های بیشتر در اونجا تطبیق شده، کمتر انکشاف یافته هستن. خب رفتیم و ولسوالی ها را از نزدیک بازدید کردیم، با مردم نشست های مردمی داشتیم، مشکلاتشان از نزدیک بررسی کردیم، دیدیم که کدام پروژه ها را به اولویت ضرورت دارند. اونا را درجه بندی شده، یادداشت شده و به حکومت مرکزی او را شریک ساختیم. در پهلوی آن ما در سطح ولسوالی هایی که پروژه ها تحت کار بوده و ای که ختم شده هم سفر داشتیم. ما به سطح ولسوالی های کودامن هم چند روز پیش سفر داشتیم که در حدود 5-6 پروژه هم در اونجا به بهره برداری سپرده شد، از قبیل مکاتب بود، مسجد بود، پل بود، پلچک بود و سایر پروژه هایی که البته عامل منفعه بوده و را به بهره برداری سپردیم. در پهلوی آن سنگ تهداب برخی پروژه ها را هم ماندیم که این پروژه ها در امسال قرار است که تکمیل شوه و به بهره برداری سپرده شوه، که او پروژه ها هم از قبیل چکدم ها بوده که در امسال بتانیم که اگر باران بیایه از سیلاب ها جلوگیری کنه، در ضمن از او ساحات زمین هایی که از لحاظ آب زراعتی کم مشکلات وجود داشته باشن بتانیم که از طریق همی چکدم ها بتانیم او را تکمیل بکنیم و او زمین ها را هم آبیاری بکنیم. خیلی خوب، میشه در مورد پلان های آینده هم از شما بشنویم و در مورد کارکرد هایی که تا اکنون بدونی سفرهایی که بوده در مورد کارهایی که تا اکنون انجام داده؟ در بخش قسمت انسجام مردمی هم اداره محلی ولایت کابل فعالیت های خود را داشته، با شخصیت های سیاسی، اجتماعی و تاثیرگذار جامعه نشست های خود را داشته، طی سفرهایی که داشته البته به ولسوالی ها هم بازدیدهایی داشته و همچنان در سطح مرکز هم دید و بازدیدهای خود را داشته، بتانیم که این شخصیت ها را در پهلوی حکومت با خود داشته باشیم. در قسمت تامین امنیت و حمایت از نیروهای امنیتی، حمایت از نظام جمهوریت داشته باشیم که خوشبختانه بسیاری از شخصیت های تاثیرگذار جامعه حمایت خود را اعلان کردند و همچنان در پهلوی نیروهای امنیتی خود ایستاده هستند و در بسیاری از موارد جنایی، تروریستی با اداره مرکزی، اداره محلی ولایت کابل و ولسوالی ها همکاری داشته که ما بسیاری از دستاوردهای خود را از طریق همین مردم و همین شخصیت های تاثیرگذار جامعه که در سطح ولسوالی ها زندگی میکنن و سطح مرکز زندگی میکنن با اداره محلی ولایت کابل و ولسوالی ها همکاری داشتن. بسیار خوب آقای مهری، زمانی که یک پا
پلان آماده میشه از هر نهادی که باشه به یک سال متواتر میباشه که یعنی یک سال برنامه ریزی متفاوت میداشته باشن. از شما کارهایتان چیگونه است؟ آیا به دو ماه هست، سه ماه، شش ماه یا به یک سال شما یک برنامه را آماده میسازید؟ باید تا یک سال این تمام کارها انجام بیفتن. خب ما در قسمت پروژه های انکشافی البته باید یادآور شوم که زمانی که سال نو میشه ما برنامه ها یا جلسات پی دی سی و انکشافی خود را داریم. قبل از اینکه جلسات پی دی سی و انکشافی خود را داشته باشیم در سطح ولسوالی ها ما نشست های مردمی داریم تا بتانیم از طریق مردم اون نیازمندی هایی که مردم دارن او را به دست بیاریم. مثلا برخی از ولسوالی ها هست که او نیاز به سرکسازی داره و یا ای که نیاز به تعمیر مکاتب یا مساجد دارن، او را ما میتونیم که از لحاظ یزو بتونیم او را تنظیم بکنیم یا به دست بیاوریم. در پهلوی آن ضمن از که ما نیازمندی های مردم را به دست بیاوردیم باز یک جلسه پی دی سی را خواهد داشتیم. البته این جلسه پی دی سی هر ماه هست که بتانیم که پروژه ها را روزمره بتانیم که او را تعقیب بکنیم. اما باید یادآور شوم که این جلسات هر ماهی که صورت میگیره مبنی بر از است که او پروژه هایی که در لیست شده یا ای که تحت کار است او را بتانیم که مشکلاتشان را رسیدگی بکنیم، به او اگر مشکل وجود داشته باشه او را ببینیم. ولی در کل هر ساله ما جلسات در سطح ولسوالی ها داریم، تمام پروژه ها لست میشه از طریق همین مردم، خواسته هایشان دیده میشه و مبنای همین خواستشان ما پلان خود انکشافی را ترتیب میکنیم. بر اساس اون پلان انکشافی بازده یک سال پروژه ها به حکومت مرکزی هم پیشنهاد میشه که البته منظور میشه و پولشان میه از طریق همین واحدهای دومی و از طریق همین واحدهای دومی باز به شرکت ها داده میشه و تطبیق و تکمیل میشه. خیلی خوب. خب این شستایی که میباشه یا هر کنفرانس که میباشه در بعض اصولی چقدر میتونه که مفید تمام شد و همکاری هموطنان عزیز ما چگونه هست باشه؟ مفیدیتش بر عزیز که من قبلا یادآوری کردم که اگر حکومت خودش پلان بسازه ای که یا پروژه را خودش تنظیم و ترتیب بکنه که در فلانی ولسوالی مثلا سرک باشه شاید نیاز نباشه مثلا در بعضی از موارد یا تعمیرات عامل منفعه یا تاسیسات اگه باشه. اما بر اساس از این که کدام مشکل وجود نبیه و این پولی است که واقعا به چه مشکلات حکومت میتونه او را جمع آوری کنه و در اختیار مردم قرار بده تا پروژه ها تکمیل شه. بنابر همین ما با مردم نشست های خود را داریم تا بتونیم که از طریق مردم پروژه ها را به دست بیاریم. بسیار خوب. و از طریق مردم ما شوراهای انکشافی هم در پلویز داریم که بسیاری از پروژه های انکشافی ما که از طریق انکشاف دهات میشه از طریق همین شورای انکشافی میشه. یعنی شورای انکشافی ما طوری است که در سطح امو شورای انکشافی یک رئیس است، معاون است و منشی است که او را خود محل انتخاب میکنن. بر اساس آرای مردم انتخاب میشه، یک ساله هست و از طریق همین شورا هم پروژه انتخاب میشه و هم تطبیقش صورت میگیره و هم نظارت صورت میگیره و در پالیان حکومت یعنی اداره محلی و واحد دومی که انکشاف ریاست انکشاف دهات باشه او رو نظارت میکنه. فقط حکومت شکل نظارتی رو در اونجا داره ولی تطبیقش میمانه برای خود مردم که خود مردم هم انتخاب بکنن و هم تطبیق بکنن و هم او رو نظارت بکنن که یکی از پروژه های پرشفافترین پروژه هایی است که خود مردم هم انتخاب میکنن و هم او را تطبیق میکنن در سطح محلات خود که بسیار مفیدیت بیشتری هم داره. بسیار خوب. ممنون شما خیلی مهری از یک تشریف. سلامت باشین. همیشه موفق باشین.